برای ثبت تاریخ شفاهی مردم ایران از دوران پیروزی انقلاب اسلامی امروز به شهر ساری اومدیم. از مردم این شهر خاطراتشون درباره اون روزهایی که انقلاب پیروز شد رو میپرسیم. ولی دیگه ادامه نمیدیم که اهداف انقلاب چی بود. چون میدونیم انقلاب اهداف متعالی داشت که به بسیاری از اونها دست پیدا کرده. فقط میدونیم که مردم در فشار اقتصادی هستن. چون در شهرستان‌های مختلف وقتی از اونها سوال می‌کردیم درباره هر مسئله مختلف و می‌دونستن که ما از اصحاب رسانه هستیم، مسائل اقتصادی رو مطرح می‌کردن. اونها از دولت مردان توقع دارن که بهشون کمک کنن. فقط از مردم می‌پرسیم که خود مردم چی کار می‌تونن بکنن تا مشکلات اقتصادی کشور مرتفع بشه. می‌خواستم بدونم در دوران پیروزی انقلاب اسلامی در ساری چه خبر؟ هر کاری می‌خواستیم بکنیم به خاطر مردم بوده، به خاطر که کشور بوده، به خاطر که از دست ظالمان در بیاد. من خودم که کارگر بودم در کفش ملی کار می‌کردم. اون دوره یه اتوماتیک دستگاهی که دست بزنی گوشه رو ببری بالا بیاری پایین، اونم آمریکایی دستور می‌دادم، اونم آمریکایی کار می‌کردن. ایرانی حق نداشت. ما می‌خواستیم این حق را از همه اقوان بیگانه بگیریم. خاطره‌ای که داریم اولین شهید ساری بود که آقای علامه بود. ما با خبر شدیم که آقای علامه رو دیوار خونه‌شون شعار می‌داد و بعد از اون برم مامورا اومدن شلیک کردن و اولین شهیدی بود که ما خلاصه باز هم رفتیم و تشییع جنازه شو. تظاهرات مردم ساری تظاهرات پرشوری بود، دیک هایی بود که اینها دیک روی هم چیده بودن، دیک فروش بود تو مغازه، دیک های مثل سابق. این یه دفعه درش بسته بود همه ریخ. این پدر منم خدا رحمانه شما بود، دیک گریخ همه فرال کردن. این پدر من برگشت گفت که شما میخواین اینجوری انقلاب کنه، از دیک میترسن. وای به حال چیزای دیگه. من روز پیروزی انقلاب بودش در سازمان امنیت خودمون که الان وزارت اطلاعات هست. اون روزش ما رفته بودیم داخل، بعد دنبال زندانیان سیاسی داخل این ساختمان و اون ساختمان زیر و بالا و کندکاری و این مسائل. فقط ما داخل یه اتاق در رو قفل کرده بودن، بچه ها اینو با مشکلات باز کردن. این یه پیرمردی از داخلش اینو دل آورده بودن، یعنی و اینو آزاد کردن. این خاطره بسیار شیرینی بود بسیار. من تو میدان شهدا بود که یکی از سربازا خواست خودش بیاره تو جمع تظاهرکنندگان ملت، از اون برم سربان خلش شلیک کرد و سرباز رو شهید کرد و خودش هم با جیب دنده عقب طرف پومزه یساری از اون بر رفته طرف معلم و دور دست فرار کرد در رفت. برای حل مشکلات اقتصادی مردم باید چی کار بکنن؟ مردم باید بزرگان برسن، چون الان گیرانی مردم همه رضایت ندارن، یعنی بزرگ و کوچک. یعنی من چه بگم، من الان مثلا یکی تقریبا انقلابی هستم، من نمیتونم جواب پسرم بدم. باید همت رو برای این نهاد که همه دست به دست هم بدیم انشالله کشور رو از این بحرانی که وجود داره خلاص بکنیم. یعنی من نذارم، من آخوند نذارم که بگم بگردن اون بازاری نذاره بگردن اون یکی، اونی که کاسب هستش، همه دست به دست هم بدیم که کشور رو آباد بکنیم. خورده مراعات حال هم دیگه رو بکنن. مردم متاسفانه یک سری دارن از این جریان سوء استفاده میکنن. این سوء استفاده ها باید یا خورده کمتر بشه، مراعات حال هم دیگه رو بکنن دیگه. باز خلاصه بشینن فکر بکنن دیگه درباره این جوان ها و بعد خدمتش مرز کنم که همین گرونی ها و باید بشینن دولت مردان یه کارهای برای مردم بکنن که دست مردم چه کاری برمیاد. مردم باید صبور باشن دیگه، مردم باید تحمل داشته باشن. اولین اقدام اینه که ما بدونیم که حرام حلال خدا رو مراعات میکنیم یا نه. این ربطی به دلار این مسائل هم نداره، ولی کسی پیگیری نمیکنه بابا شما بر چه اساس اینو مثلا 4 برابر کرد 3 برابر کردین. این دیگه به خدا بمونه والله، این دیگه واقعا گرفتار شدم. حقیقتا واقعا گرفتار شدم. برای حلش چیکار باید؟ حلش باید خلاصه مثلا یه کار بکنه، یه فکر بکنه.
rasanews.ir